جیگر طلاها سلام، شیطون بلاها سلام. کازم دوباره اومد، امروز یه لایو خیلی باحال داریم. سلم پینکمون داره تخم گذاری میکنه، یعنی تخم گذاری کرد تموم شد و داره اکسک درست میکنه. من دوربین رو برمیگردونم که این پروسه رو ببینید. فکر کنم اولین باریه که این پروسه داره به صورت لایو نمایش داده میشه. مرسی از همتون که هستید. این طریقه اکسک درست کردن تارانتولاست. اکسک هم همونطور که میدونید کیسه تخم رو ما میگیم اکسک. خب من این دوربین رو میذارم روی پایه. خب معلومه قشنگ. این سلمان پینک داره اکسک درست میکنه. فکر کنم اولین بار توی دنیا این حرکت داره به صورت لایو نمایش داده میشه. از دوستاتون هم دعوت کنید که به ما بپیوندن. همونطور که یادتونه ما 3-4 ماه پیش این سلمان پینکمون جفتگیری کرد با یه نر و بعد از اون ما جفتگیری رو چند بار دیگه تکرار کردیم و امروز صبح اومدم دیدم همه این خاکا رو ریخته بالا و این نشونه اینه که میخواد اکسک بذاره یا تخم گذاری بکنه. بعد رهاش کردیم و رفتیم، اومدم دیدم که بله کامل اون تار کف و تنیده و شروع کرده به تخم گذاری. یه ویدیو هم از آغاز تخم گذاریش گرفتم گذاشتم و الان همه تخم‌ها رو گذاشته. همونطور که می‌بینید شکمش یا همون آبدمنش کوچیک شده و الان داره این تخم‌ها رو با تار می‌پوشونه که به صورت یه توپ درش بیاره. من نه کامنت ها رو میبینم سلمان پینک این تارانتولا. سلام به همه عشقا. بچه هاشون نیستن این زرده، اینا تخماشونن. Reticulated Python بین 3 تا 4 سال. زرده تخماشه دیگه، تخم گذاری کرده. چقدر تخم گذاشت، همشون بدون تلفات در میاد. اگه خوب نگهداری بکنید بله خوب در میاد، همشون در میاد. استینگای سلمان پینک چون تعداد زیادی تخم میذاره خیلی کوچیکن وقتی که به دنیا میان. بعد 35 روز تا 40 روز تخما هچ میشن. بعد که هچ شدن، مراقبتای بعد از هچ شدن رو توی صفحه‌م ویدیو گذاشتم راجع بهش، اما الان یه بار دیگه توضیح میدم. از اینکه هچ شدن شما صبر میکنید تا اینا دو بار پوست اندازی بکنن. بعد از اینکه دو بار پوست اندازی کردن شما میتونید بهشون به صورت گروهی غذا بدید. بعد از اون که غذا دادید اینا دیگه جدا میکنید که دیگه شروع نکنن به خوردن هم دیگه. تخم رو نشمردم ولی معمولا این دفعه اولش بود تخم گذاری میکرد. دفعه اول 400 تا 300 تا تخم میذاره، دفعه بعدی تا 2500 تا 2000 تا تخم میذاره. بله بچه ها بدون تلفات در میاد. یه سوال خیلی آزاردهندهی که
همه از من میپرسن و فقط هم فکر کنم توی ایرانی ها هست اینه که آقا اینا چند تاشون میمیرن. ببین اصلا سوال قشنگی نیست از کسی که داری عشق و علاقه رو با شما به اشتراک میذاره، فقط شما راجب مرگ صحبت میکنی. چرا راجب زندگی هیچ کس صحبت نمیکنه؟ چرا راجب خوبی های چه صحبت نمی کنه هیچ کس؟ چرا همیشه توی ایران همیشه ما داریم منفی صحبت میکنیم؟ من فکر میکنم یکی از دلایلی که انقدر اتفاقات بد رخ میده توی ایران همین منفی بافی ماست. ما به زنده هاش کاری، هرچند که اکثر اینا زنده میمونن، 99% اسنینگا زنده میمونه اگه خوب نگهداری بکنید. خب بله دیگه، چرا باید تلفات بدی اگه خوب نگهداری بکنید؟ تارانتولای بعدی که میخوام تکثیر کنم چیه؟ من یه دونه پروژه ورسیکالر دارم، یه دونه زنستیس دارم، یه دونه گالایاسه، یه دونه کوبالت بلوه، یه سینگاپور بلوه، زیادن. متالیکا رو دوباره جفت انداختم، الان داره کیسه تخم رو درست میکنه دیگه. خودش حرف کرده جای تار رو، خودش حرف میکنه، همه کاراشو خودش میکنه. عرض کردم این دفعه اولشه که تخم گذاری میکنه، احتمالاً 300 تا یا اینا باشه، ولی خب دفعه بعد که تخم گذاری میکنن سالهای بعد تعداد تخم بیشتر میشه چون بزرگتر میشه دیگه. این هنوز 8 اینچه کلن. سلمن پینگ 5 سال طول میکشه تا بالغ بشه مادهش، نرش 3 تا 4 سال. سلام به همه عزیزای دلم. این موجود این همه تخم میذاره چرا انقدر گرون هستن؟ به خاطر اینکه 6 سال طول میکشه، 5 سال طول میکشه تا این تخم بذاره. اینا من الان 6 سالشه این سلمن پینگ که من بعد 6 سال تخم گذاشته، 6 سال ازش مراقبت کردم. بچه هاش معلومه که گرون میشن. این داره تخم گذاری کرده، داره تخما رو به صورت وب میزنه که چی میگن، کیسه تخمش رو درست کنه، همون اکسک رو درست کنه. هدف بعدیم تکثیر کدوم تارانتولاس؟ عرض کردم یه پروژه دارم، چند تا تارانتولا رو دارم تکثیر میکنم. ای تارانتولایی که خیلی دوست دارم تکثیرش بکنم چیزه، زنستیس ایمانیسه و آنتونیوس. منتظرم نره دوستم بالغ بشه بگیرم، نره شد جفت اندازم. رتیکولیتد پایتون دورف و سوپر دورف برای تجربه اول مناسبه؟ بله. این تا صبح احتمالا طول میکشه درست کردن اکسکش. ببینید یه تار باید روی تخما رو ببنده، بعد اینا رو جمع میکنه، گوشه های تار رو به صورت یه توپ در میاره. خیلی قشنگه این حرکتش. اصلا به هیچ وجه سلمن پینک آسیبی نمیرسونه به صاحبش، خیلی تارانتولای آرومیه. الان برای چی داری پشتشو میزنه به اونجا؟ داره تار میزنه دیگه. بله اون چیزا رو میبینید، اون شاخکا رو میبینید پشت باسنش، پشت آبدمنش، اونا با اون دوتا تارا رو هدایت میکنه هر جایی که دلش میخواد. بهشون میگن فینگر بات. صورت ما رو همیشه دارید میبینید دیگه، این یکی از صحنه های استثناییه که من خودم اولین بار دارم میبینمش درست کردن اکسکو.
چند ساله توی این کاری، این کار من نیستش عزیزم، این هابی منه، این سرگرمیمه، ولی سالهای زیادی این کار میکنم. بله متاسفانه ذهن اکثر ماها ایرانی ها فقط منفی ها رو میبینه، فقط دنبال جنبه های منفی چیزها هستیم متاسفانه. امیدوارم این اصلاح بشه، از خودمون شروع کنیم اصلاح بکنیم این منفی گرایی رو، منفی بافی رو. تا 45 روز دیگه احتمالا من اکسک رو جدا میکنم از مادر. 35 روز، 35 روز دیگه جدا میکنم، بعد گوشه اکسک رو باز میکنیم. اگه اگزیت لگز رو دیدیم، اگزیت لگز یعنی همون تخم هایی که پا در آوردن، یکی بهتون نشون میدم اینجا دارم، جدا میکنیم تخم، کیسه تخم رو باز میکنیم روی دستمال کاغذی یا توری، بعد ثبت میکنیم که دوبار پوست اندازی بکنن. بعد از اینکه دوبار پوست اندازی کردن جداشون میکنیم از هم دیگه، میذاریمشون تو کانتینرهای کوچیکتر. غذای اولیه‌ای که از تخمیان نیاز به غذا ندارن، تا 1 ماه اول غذا نیاز ندارن، بعد بهشون میلورم میدیم، میلورمو 3-4 قسمت میکنیم میندازیم براشون میخورن. تخمای تارانتولا ازشون در بیاد چند سال میکشه؟ 35 روز. چاو گلدنی هم 5 سال طول میکشه مادهش. سالی 1 بار تخم گذاری میکنن. شما لطف داری اسخر تتو کاشان، لطف داری شما عزیزم. ویدیو چیز یه دونه لایو گذاشتیم از جفتگیری، اتفاقا همین سلمان پینک یه دونه لایو گذاشتم، جفتگیریشون رو نشون دادم، کاملا توضیح دادم، یه لایو 2 ساعت 3 ساعته بودش، اون لایو رو ببینید توی صفحه هست، سیف کردم اون لایو. خب ولی خب یه توضیح دیگه بدم حالا که اینجا هستیم. ببینید موقعی که نرتون بالغ شد و اسپرم وبشو زد، اسپرم وب یعنی همون تاری که اسپرماشون رو میریزن روش، تارانتولای نر موقع که بالغ میشه آخرین مولت یا پوست اندازیش رو میکنه، یه وبی میزنه یا یه تاری میزنه و اسپرمهاش رو منتقل میکنه روی اون تاره، بعد با پدی پال پاش که دوتا زائده روی دستای جلویش هستن، اونا رو اون اسپرما رو از روی تارا جمع میکنه و توی طبیعت میفته دنبال ماده. توی اسارت خب ماده رو ما داریم دیگه، ثبت میکنیم که ماده اونم پوست اندازی بکنه، مادهمون که پوست اندازی کرد 1 ماه از پوست اندازیش گذشت، ما نر رو به ماده معرفی میکنیم. ببینید این زمان بندی خیلی مهمه ها، حتما باید از پوست اندازی که آخرین پوست اندازیش 1 ماه بیشتر نباید گذشته باشه، چون بعضی از گونه ها دوره بارداری طولانی دارن، مثل جی بی بی که 8 ماه دوره بارداریش طول میکشه. بعد که جفتگیری کردن از هم جداشون میکنیم، دوباره مجدد نر رو به ماده معرفی میکنیم، بعد یه هفته دوباره جفتگیری میکنن. آها اینم بهتون بگم که قبل از اینکه شما نر رو به ماده معرفی کنید، روز قبل شما مادهتون رو تا اونجایی که غذا میخوره باید سیر بهش غذا بدید. بعد که غذا دادید و سیر شد، ماده نر رو بهش معرفی میکنید، جفتگیری که انجام شد اونجا باید وایستید که ماده احتمال داره نره رو بخوره، جداشون میکنید بعد از جفتگیری و دوباره 3 بار این کار رو تکرار میکنید و ثبت میکنید. بین 3 ماه تا 4 ماه طول میکشه تا ماده تخم گذاری بکنه، همونجوری که الان دارید توی ویدیو میبینید. کدوم تارانتولا جفتگیریش از همه سختره؟ جی بی بی سخته، ورسیکالر سخته، حتی باید شرایطش رو مهیا بکنید دیگه، شرایطش رو مهیا بکنید حل. چرا وای من نمیدونم واقعا آقای حسام عزیزم، ما داریم راجع به تارانتولا صحبت میکنیم اینجا، رتیکولیتد پایتن چی آخه؟ من الان نمیدونم، اونو توی دایرکت میتونی بپرسی قربونت برم دیگه این سوالو. تخماشون الان نرمن، هنوز شکل نگرفته.
چیزیش نمیشه. نه من جی بی بی رو چند بار تلاش کردم، منتها نرامون خیلی کوچیک بوده شستشون و جی بی بی ماده من خیلی بزرگه. متاسفانه تا حالا موفق نشدم جی بی بی رو، ولی خب الان یه دونه نر جوونایل دارم که ماه دیگه ایشالله بالغه و میندازیم جفتگیری، اونم بهتون نشون میدم. سالی معمولا یک بار تارانتوله ها رو جفت میزنن. توی دایرکت بپرسید بهتون میگم. تایم لپس اشاره خیلی جالب میشه، منتها من این دوربین گوپرویی که گرفتم به در لای جرز دیوار میخوره. 2 دقیقه ویدیو گرفتم اینجا، انقدر هوای گرمه سوختش اصلا دوربین. یه دونه ویدیو باید بگیرم به زبان انگلیسی اینو بندازم شلو دوربین تو صد لاشخال گوپرو رو و شما هم وایرالش کنید. بال پیتون بین 6 تا 12 تا 4 تا 12 تا. بله میگن تارانتولا که پوست اندازی میکنه اونو میشه به صورت دکوری نگهداش. بله خیلی ها چیزهای قشنگی ازش اتفاقا درست میکنن، من بی سلیقه هم یه خورده. عرض کردم دیگه تا این چیز گوپرو سوخت اینجا، انقدر هوا گرمه گوپرو جواب نیستش اینجا. چجوری زوم کنم عزیزم توی لایو؟ مگه میشه زوم کرد روی ویدیو؟ سیدنی فانل وب، آره عنکبوت خطرناکیه. خانواده مخالف نگه آوردن تارانتولا هستن. منم خانواده اول مخالفت میکردن، بعدا مجبور شدن موافقت کنن. شما بگیر بیار تو خونه یواشکی، کسی نمیفهمه. برای تجربه اول استینگ بگیریم ریسک نداره؟ نه چه ریسکی داره، تارانتولا ها سگجونن. شما دما رطوبتشون رو بدونید و اینکه توی پریمولت دست بهش نزنید حله، مشکلی نداره. جوونای سوپر وور میشه داد؟ بله. تارانتولا ها بچه ها یه چیز خیلی جالبی، من چند وقت پیش یکی از دوستان به من پیشنهاد داد که بیا بیوه سیاه بخر، عنکبوت بیوه سیاه. بعد اینجا چون هر کی گرفته بود فرار کرده بود، من نگرفتم. تا اینکه داشتم کلونی چیزها رو تمیز میکردم، کلونی این بگو ماداگاسکار هیسینگ روچا رو تمیز میکردم، دیدم که تعداد زیادی از ماداگاسکار هیسینگ روچام آویزون شدن به تارا، به تار عنکبوت. نگاه کردم یه دونه بیوه توی چیزه، یه دونه بیوه توی عنکبوت بیوه منظورم ها، توی کلونی اینا واسه خودش کلونی درست کرده. بعد هیسینگ روچا اندازه موشن، این نمیدونم چجوری اینا رو کشته بود و آویزونشون کرده بود. اصلا عجیب و غریب. عنکبوت بیوه نمیدونم دیدید یا نه، یه ذره است، خیلی کوچولو موچولوه، ولی خب دلم نیومد بکشمش. استرالیا نمیشه فرستاد عزیزم. میگن چرا نمیذارید بعد از 35 روز پیش خود مادرشون بمونن؟ به خاطر اینکه اینا باید جدا کنیم دیگه، وقتی که از تخم جدا میشن اینا توی طبیعت جدا میشن میرن پی کارشون، پیش مادرشون بمونن اینا پیش هم میمونن هم دیگر رو شروع میکنن به خوردن. چشم، لایو رو سیو میکنم.
تو ایران بله، یه نفر تکثیر کرده، اتفاقا همین چند ماه پیش هم تکثیر کردن. عرض کردم دیگه، داره اکسک درست میکنه، داره کیسه تخم گذاری کرده، داره کیسه تخم درست میکنه. هر چیزی احتمال داره بمیره، هر موجود زنده ای احتمال داره بمیره، بله، ولی اگه خوب نگهداری بکنید احتمال مرگ و میرشون خیلی کمه. فدای شما بشم عزیزم، از هر جان فدای شما بشم. آیفون و پرو مکس 13، الان تو این فکرم که چرا اونو نخریدم واقعا. من این گوپرو رو گرفتم و کلی هم هزینه کردم برای لوازم جانبی شو، نمیدونم این و اون و اون، بعد نه کیفیت ویدیوش خوبه، تنها مزیتی که داشت زیر آب بود، فیلم برداری زیر آبه، که اونم الان من غواصی نمیرم الان زیاد، شاید مثلا سال یه بار برم، ولی خب احتمالا همون 13 پرو مکس رو بگیرم که هم ضد آبه همون مشکلات چیزو نداره. کلیهر تا چند روز میتونن غذا نخورن؟ بگو تا چند ماه عزیزم، ممکنه تا 6 ماه 7 ماه هم غذا بخورن ایچیشون نخورن ایچیشون نش. حتی توی اسلینگی بهتره که بیشتر از 2 هفته بهشون گرسنگی ندی. پویا جان عرض کردم بین 300 تا 2000 تا تخم میذاره، این چون دفعه اولشه فکر کنم 300 4 300 تا 200 300 تا باشه تخماش، ولی وقتی که بزرگتر میشه فول سایز میشن مثلا 3 4 سال دیگه، اون موقع بیشتر تخم میذاره، مثلا تا 2000 تا 1000 تا 2000 تا تخم میذاره. هیچ تارانتولایی زهرش برای انسان کشنده نیست. بچه ها راهنمایی کن، اینایی که میخوان بخرن میگن از کجا باید بخریم. داره اکسک درست میکنه دیگه، کیسه تخمشو داره درست میکنه، تخم گذاری کرده، داره برای تخمای کیسه درست میکنه که تخما رو محافظت کنه. نه دیگه، ببین پاهاش دو طرف تخماست، روی تخما نیست پاهاش، روی چیزه، روی تارشه، روی تخما نذاشته پاشو، بلد کارشو، این مادر خوبیه، مادر نمونه است. علی جان سلام، مرسی از همه کسایی که بودن. بیوه سیاه بله خطرناکه. امیر جان سلام،
سرگردان برزیلی اینجا نیستش، خیلی دوست داشتم داشته باشمش، همون برزیلیان واندرینگ سپایدر، ولی خب من تخصصی روی تارانتوله ها متمرکزم دیگه، مثلا عقرب و اینا به صورت چیز میادش. کلیر ماده 4 تا 5 سال طول میکشه به فول سایز برسه. چند از تارانتولا توسط انسان درست شده؟ نمیدونم. بچه های اینا رو نه نمیفروشم عزیزم. خب دیگه من برم اینو چیز کنم، لایو رو ببندم. صدا چرا قطع شده؟ بچه ها مرسی که تماشا کردید، مرسی از همه کسایی که بودید. فکر کنم یه خورده چیز شد دیگه، یه خورده حوصلتون سر رفت، همه لفت دادن دیگه، اشکال نداره. این پروسه اکسک گذاشتن سلمن پیک بود، من برم یه دونه تایم لپس تهیه کنم ازش که کل پروسه رو ببینم، خیلی برای خودم چیز جالبه. و مرسی که بودید عزیزای دلم. لیلی بیرون اتاق، چون اینجا سر صدا میکنه نمیخوام سر صدا باشه. خب دیگه به خدای بزرگ و مهربون میسپارمتون، عاشقتونم، خدافظ. این بوده.